الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله ثم و والسلام على رسول الله و علی آله آل الله با عرض سلام و ادب و احترام و عرضوی توفیق و سعادت و خوشبختی ادامه مباحث مربوط به مفاهیم رو خدمت شما تقدیم می کنم و در این جلسه به مفهومی وصف که دومین مفهوم مخالف هست اشاره می کنیم و در واقع این جلسه به توضیح مفهوم وصف و تبیین محل نزاع پرداخته می شود که در یک بحث مقدماتی هست و اقوال و نظریه هایی که در این زمینه وجود دارد در این جلسه شاید به اون نرسیم و اونها را در جلسه دیگر بیان خواهیم کرد اول یک معرفی جمالی از مفهوم وصف داشته باشیم که در صورتی که یک موصوفی به یک وصف و صفتی مقید بشود حکمی هم بر این موصوفی با, با وجود این وصف بار بشود بر اساس منطوق این حکم باید بر این موصوف که دارای این وصف هست بار بشود در این بحثی نیست بحث روی مفهوم این جمله است که اگر جمله داریم که در آن موصوف دارای وصف هست و حکمی بر آن بار شده است حالا بحث میکنیم که در صورت انتفاع وصف آیا اون حکمی که بر اون موصوف بار شده بود اون حکم هم منتفی می شود یا نمی شود این محل بحث هست مثال می زنیم که مثلا در مباحث فقهی این مطلب تکرار میشه هرچند این جمله ممکنه متن دقیق حدیث نباشد که معروف هست فلغنم سائمته زکاتون خب اینجا یک موصوفی داریم که غنم باشد یک وصفی داریم که سائمه بودن باشد یعنی این که گوسفندی که از راه چریدن ارتزاق میکنه خب موصوفی و وصفی و حکمی که عبارت باشد از وجوب زکات حالا در اینجا وقت وجوب زکات معلق شده است بر یک موصوف بر یک گوسفندی که این گوسفند هم دارای وصف سائمه بودن هست اینکه از راه چریدن خلاصه ارتزاق کرده باشد اینجا در باره منطوق آن بحث نداریم که باید گوسفندی که دارای این وصف باشد زکاتش پرداخته بشود در مفهوم آن بحث میکنیم که اگر گوسفندی سائمه نبود خود گوسفند بود اما این وصف را نداشت آیا این وجوب زکات از او برداشته می شود یا برداشته نمی شود خب این محل بحث است گوسفندی هست معلوفه است یعنی خود خودش چریده است بلکه صاحبش به او علف داده آیا چنین گوسفندی هم زکات دارد یا زکات ندارد این محل بحث است قبل از این که حالا بپردازیم بر اینکه چنین جمله دارای مفهوم هست که بالاخره در صورت انتفاع وصف اون حکم هم منتفی بشود یا نشود باید یک ویژگی هایی که در مورد این وصف مطرح هست یه توجهی به این ویژگی ها داشته باشیم چند تا ویژگی باید این وصف داشته باشد یا وصفی که در اصول مطرح هست تفاوتش با اون ند و صفتی که در نحو و امثال اونها مطرح هست ببینیم تفاوت دارد یا ندارد اولین نکته ای که به اون میپردازد این است که وصف که در علم اصول و در این بحث مفاهیم مطرح هست اعم از اون وصف است که در در نحو مطرح میشه و تعبیر میشه از آن به صفت یا به نت خب بلکه اینجا مراد تنها اون نت نیست بلکه هر قیدی که آرز بر موضوع بشود حالا این قید در قالب های مختلف بر یک موضوعی آریز می شود و دامنه موضوع را محدود می کند همین که دارا این ویژگی بود آریز بر موضوع شود و دامنه اش را محدود بسازد خود این می تواند در قالب وصف اصولی بحث بشه که حالا این وصفه که آمده موضوع را در یک حد خاص محدود کرده و حکمی که بر این موضوع آمده است در صورت نبود این وصف آیا این حکم برداشته می شود یا برداشته نمی شود بر اساس این ویژگی که داره بنابراین وصف اصولی هم شامل نعتی که در نه مطرح میشه هم شامل حال میشه هم شامل تمیز هم شامل ظرف هم شامل جار و مجرور و امثال اینها میشود که اگر ما اینا رو بخوایم در قالب مثال ها بیان بکنیم هر کدام جمله که با مثلا صفت می آید یک نوع محدودیت در موضوع به وجود می آید جمله که در حال با بیان حال می آید خب اونم یک محدودیتی برای موضوع درش وجود دارد جمله ای که تمیزدار هست با جمله ای که تمیز نداره از موصوف خب به هر صورت هر کدام اینا یک نوع محدودیت ایجاد میکنه و همه اینها در مفهوم یا در بحث وصف شامل هستند و اگر ما میخواهیم از موصوف و صفت یا از مفهوم وصف بحث بکنیم همه اینها را در بر میگیرد این یک ویژگی ویژگی دومی که مطرح هست این است که در جمله که وصف به کار می روید، موصوف هم باید ذکر شده باشد چنانچه که فی غنم سائمه غنم هم در آن ذکر شده و وصف در واقع تمام الموضوع نباشد که این هم یک از شرایطی بود که در مفهوم شرط هم وجود داشت که شرط باید به گونه نباشد که در واقع کل حقیقت موضوع را تشکیل بدهد که با رفتن شرط اصلا دیگه موضوعی برای جزا باقی نماند اینجا هم ما میگوییم اگر از وصف بس میکنیم وصف باید حتما موصوفی داشته باشد که با رفتن وصف موصوفش باقی بماند تا بعد بحث بکنیم که آیا در صورت نبود این وصف اون حکم هم برداشته می شود یا برداشته نمی شود این ویژگی دوم هست و ویژگی سوم وصف این است که باید حتما از موصوف خودش خاصتر باشد یعنی اخص باشد چرا چون ما در ویژگی اول اشاره کردیم که اون وصف محل بحث هست که بر موضوع وقت آریز می شود یک نوع محدودیت یک زیقی در دامنه موضوع ایجاد می کند اما اگر وصف ما به گونه بود که از موضوع خودش عامتر بود خب در این صورت دیگه اون شرط رو نداره لذا وصف که مساوی با موصوف باشد یا اعم از موصوف باشد از بحث خارج هست و تنها اون وصف که اخصی از موضوع هست این محل بحث هست خب این هم یک از نکته هایی که مطرح هست حالا در بحثی که بین وصف و موصوف مثلا اما منوش باشد اما خص مطلق اگر بود و وصف خصی از موضوع بود خب گفتیم که این محل بحث هست اما در صورتی که بین وصف و موصوف از نظر نسب اربع عموم خصوص منوش باشد در اینجا خب در اون مخصوص بین ما یک ماده اجتماع داریم و دو تا ماده افتراق داریم در عموم خصوص بین وقتی ماده اجتماع را نگاه میکنیم حکم ماده اجتماع کاملا از همون منطوق جمله که دارای وصف هست به دست می آید مثل همون فلغنم سائمه زکاتون که اینجا در واقع هم غنم هم صائمه بودن وصف و موصوف هر دو در یک موردی وقت اجتماع می کند حکمش مشخص است اما در صورت که اینا از همدیگر افتراق و جدایی پیدا می کنن، حالا یک مرتبه است که افتراق از ناحیه موصوف هست که مثلا موصوف هست مثلا غنم هست اما وصفش نیست سائمه بودن نیست اینجا غنم معلوفه وجود دارد خب اینجا محل بحث هست که آیا اینجا هم این وصف هم در بحث ما داخل هست و با انتفاع این وصف آیا اون حکمی که بیان شده بود اونم منتفی می شود یا نه این در صورتی بود که ماده افتراق از ناحیه موصوف پیش می آمد این در محل بحث هست و نزا در آن هم جاری می شود اما در ماده افتراقی که از ناحیه صفت به وجود بیاید یعنی صفت باشد ولی موصوف وجود نداشته باشد مثلا سائمه بودن باشد که وصف هست ولی غنم نباشد این صفت سائمه بودن در یک حیوان دیگری محقق شده باشد مثلا در گاو شطور و امثال اینها مطرح شده باشد حالا بحث می شود که آیا در یک همچنین مورد هم مفهوم وصف محل بحث هست یا محل بحث نیست که در این صورت مشهور این است که این گونه موردی که افتراق از ناحیه وصف هست یعنی وصف هست ولی موصوف نیست اینجا در مفهوم وصف دیگه شریک نیست ما با انتفاعی این وصف در واقع نمی توانیم این حکم را اینجا هم بخواهیم منتفی بدانیم بلکه این یک موضوع جدید هست مثلا ما شطور علف شطوری که خودش میچره خب در این مورد بحث بکنیم که اینجا زکات دارد یا زکات ندارد مشهور فقهای های شیعه و اصولیونش قائلند بر این که این از محل بحث خارجه ما اینجا دیگه در مورد اون بحث نمی کنیم اون چی که موضوع بحث هست اون گوسفند هست خب ولی وقتی این گوسفند از گوسفند بودن خودش خارج بشود تبدیل بشه به یک موضوع جدید ولو این وصف سائمه بودن را داشته باشد شطور هم سائمه باشد اینجا دیگه بحث نمی کنیم که الا این شطور مثلا زکات دارد با این عنوان سائمه بودن یا زکات ندارد اون موضوع جدید هست حکم جدید و خودش را دارد ولی زا در مجموع اون چیزی که در این جلسه و در این درس دنبال اون هستیم شرایط و ویژگی هایی که برای مفهوم وصف مطرح هست گفتیم که این ویژگی ها باید وجود داشته باشد وصف که اینجا مد نظر هست اعم از وصف است که در نحو مطرح هست و نکته دوم هم این است که با وصف باید موصوف هم باقی بماند که اگر یک زمانی وصف نبود موصوفش حتما وجود داشته باشد تا ما این بحث مفهوم رو اونجا پیاده بکنیم که حالا که موصوف هست ولی دارای وصف نیست اون حکمی که قبلا داشت اون حکم همچنان محفوظ هست یا نه اون حکم هم با نبودی وصف برداشته می شود و ویژگی سوم که مطرح شد این بود که باید وصف حتما اخص از موصوف خودش باشد اما اگر اعم باشد یا مساوی باشد گفتیم که از محل بس خارج هست اما در اعم و اخص منوج گفتیم در محل اجتماعش که بحثی نیست اون حکمش از منطق فهمیده می شود اما در دو ماده افتراقش اگر افتراق از ناحیه موصوف پیش بیاید اینجا محل بحثه یعنی میتونیم مفهوم وصف را در این مورد هم پیاده بکنیم و بحث بکنیم ازش اما در صورتی که ماده افتراق از ناحیه وصف باشد وصف باشد یعنی سائمه بودن مثلا باشد اما موصوف وجود نداشته باشد اینجا محل اختلاف هست و مشهور علمای ما قائل است بر این که نمیتونیم اینجا مفهوم وصف را در واقع محل بحث قرار بدیم البته بعضی از شافعی ها هستند که اینها آمدن گفتن که اینجا هم ما میتوانیم مفهوم وصف را همچنان پیاده بکنیم و لذاست که آمدن در ابل هم اونا حکم به وجوب زکات را دادن خب این بر اساس مبنای خاص خودشون هست که ما به آن معتقد نیستیم خب این مقدار از مباحث مربوط به مفهوم وصف رو در این جلسه خدمت شما تقدیم می کنم حالا قول هایی که در این مسئله وجود داره حالا اینکه بالاخره پس مفهوم وصف با این ویژگی هایی که داشت آیا مفهوم دارد یا ندارد چند قول هست و قول حق چیه و دلیل آن چیه اینا را شالا در جلسه دیگر مطرح خواهیم کرد ثانی مفهوم الوصف دومین مفهوم مخالف مفهوم وصف است. اول موضوع بحث را ما باید مشخص بکنیم که در واقع در این جلسه فقط به همین موضوع بحث میپردازیم المقصود بالوصفه هنا مایعون منعت و غیره خب مقصود از وصفه که ما در مفهوم وصف می میکنیم اون چیزی است که هم شامل نعت میشه نعت که در نحو به عنوان یک صفت بحث میشود و غیر نعت چیزای دیگر هست که ما اشاره کردیم و اینجا خودش هم تصریح میکنه که فیش ملول و تمیز و نه و هما من مایست لحا یکون موضوع لموضوع تکلیف بلکه وصف شامل می شود حال را تمیز را و مانند حال و تمیز که گفتیم مثلا ظرف و جار و مجرور و امثال اینها را من مایست و یکون ل موضوع تکلیف از هر چیزی که صلاحیت داشته باشد که به عنوان قید برای موضوع تکلیف بیاید همشون در مفهوم وصف شریک هستن در, در وصف بودن شریکند و ما میتونیم با شرایط دیگر اگر داشته باشد در مفهوم وصف از اونها بحث بکنیم کما انه یختص به معزاکان معتمدن علا موصوفین ویژگی دومی که برای مفهوم برای وصف گفتیم این بود که وصف اختصاص دارد به اون جایی که معتمد باشد بر موصوف مousuf. یعنی موصوفی باشد و این وصف تکیه کند بر موصوف که اون موصوف گاهی دارای این وصف باشد و گاهی بدون این وصف هم وجود داشته باشد فلا یشمل ما اذا کان الوصف نفسه موضوعا للحکم پس وصف که ما در مورد آن بحث میکنیم اون وصفی است که خودش موضوع حکم نباشد بلکه موضوع حکم یک موصوفی باشد و این وصف گاهی باشد گاهی نباشد این گونه نباشد که خود وصف موضوع حکم باشد که با نبود وصف دیگه موضوعی برای حکم باقی نماند مثل و سارق و سارقه فقط ترایدی هما که اینجا سارق و سارقه رو وقتی نگاه میکنیم با عنوان دو تا صفت مطرح هست خب مرد دوست و زن دوست حالا این صفت را ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم این وصف به گونه آمده است که اگر این صفت برداشته بشود دیگه کسی باقی نمیماند تا این حکم قطعیت بر اونها بار بشود خب و این نمیسته هازایت خلوفی باب مفهوم لقب این گونه وصف ها در مفهوم لقب داخل می شوند که بعدا در باره مفهوم لقب هم توضیح خواهیم داد و سر رو فی ذالک ان الدلاله على انتفاع الوصف لابد فیها من فرض موضوع انصابت للحکم یقید قیدو بالوصف مرة و یتجرد عنه اخرى خب که سر در این مطلب که ما میگوییم این وصف باید معتمد بر موصوف باشد یعنی موصوفش باقی بماند و اگر وصف نابود شد این گونه باید باشد سرش در همین است که دلالت بر انتفاع وصف لابد دو است در این دلالت از فرض یک موضوع ثابت برای حکم که ما وصف ما به گونه باشد که اگر خودش نرفت موضوع برای حکم باقی بماند که یقید و بالوصف مرتن که این موضوع ثابت ما یک مرتبه به وصف مقید می شود و یا تجرد و عنه و و گای هم نه بدون این وصف هم باقی می ماند و وجود دارد حتی یمکن فرض و نفی الحکم عنه خب باید چنین وصفی موصوفی داشته باشد که اگر وصف نبود موصوف باشد و ما فرض بکنیم که حالا اون حکم از او نفی شده با نبود وصف یا نفی نشده است ويعتبر ايضا في المبحوث عنه هنا ان يكون اخص من الموصوف مطلقا او من وجه و همچنین اعتبار داره یعنی ویژگی سومی که برای وصف باید در نظر داشته باشیم این است که وصف که مورد بحث است در اینجا این است که اخصی از موصوف باشد به صورت مطلق که اینش محل نزاع نیست یعنی اگر وصف اخص مطلق بود از موصوف این کاملا در بحث داخل هست او من اما در صورتی که اعم خص منوش باشد بین این وصف و موصوف این منوشش تنها در یک مورد در محل بحث داخل هست اما در هر دو صورت لوکان لانه لوکان مساویا او اما مطلق لا یوجب تضییقا و, و تقلیدا فی الموصوف اما اگر وصف ما از وصفهایی بود که مساوی با موصوف بود یا اعم از موصوف بود اینجا دیگه سبب تضییق از سبب تغییر در موصوف نمیشود وقتی سبب تزیق نشود، خب اون نقش وصفیتش هم از بین میره و دیگه نقشی رو که باید ایفا کنه نمیتونه ایفا بکند حتی یسیح و فرض و انتفاع الحکم عن الموصوف عند انتفاع الوصف دیگه این وصفی که بالاخره مساوی باشد یا اعم باشد به گونه هست که صحیح می شود فرض انتفاع حکم از موصوف در صورتی که انتفاع وصف صورت بگیرد خب اینجا دیگه کاملا مشخص هست که اگر اعم بود یا مساوی بود با نبودش کاملا از موصوف حکم منتفی می شود و اما دخول الاخص من وصف محل البحث گفتیم که اون وصف باید اخص از موصوف باشد مطلق یا اخص من وجه باشد دخول اخص من در محل بس و این هو بالقیاس الى مورد افتراق الموصوف عن الوس فقط در اون ماده افتراق که افتراق از ناحیه موصوف از وس صورت بگیرد او محل بس میتونه باشد پس در مثال فلغنم سائم از زکاتون یکون و مفهوم هول لو کان لو مفهوم خب در این گونه مثال اگر مفهوم داشته باشد میتونیم بگیم عدم وجوب زکات در غنم غیر سائمه یعنی غیر غنمی که معلوفه باشد خب اینجا می توانیم وقتی غنم هست ولی سائما نیست بلکه تبدیل به معلوفه شده ما می توانیم این عدم وجوب زکات را هم بار بکنیم و اما بالقیاس الی مورد افتراق الوصف عن الموصوف اما در صورتی که در اون ام و خصمین وجه و ماده افتراق شدن از نوعی وصف باشد در ماده افتراق وصف از موصوف فلا دلالت علی المفهوم قطعا اینجا دلالت بر مفهوم نخواهد کرد و محل بحث هم نخواهد بود فلا یدل المثال علی عدم الزکات فی غیر الغنم الصائمه و غیر الصائمه کالابل خب در این صورت ما نمیتوانیم حکم به عدم زکات بکنیم در غیر غنم الصائمه مثلا در شطور الصائمه یا در گاو الصائمه نمیتونیم حکمی به عدم وجوب زکات بکنیم او غیر الصائمه یا حیوانی که بالاخره صائمه نیست مثل ابل مثلا که ابل چیه؟ غیر الغنم هست ولو سایمه هم باشد این حکم بر او با نمیشه یا غیر سایمه باشد که اینجا مثلا همون غنم هم اگر باشد اما سایمه نباشد لان الموضوع هو الموصوف و لذی هو الغنم فی المثال به خاطر چی اینجا ما مفهوم و از نمیتونیم متلتب بسازیم به دلیل اینکه موضوع ما که موصوف باشد همون غنم هست در این مثال در غنم سائمه موضوع چیه؟ غنم هست یجب و یکون محفوظا فی المفهوم خب این موضوع باید همون گونه که موضوع در منطوق هست موضوع در مفهوم هم باقی بماند این گونه نشود که در منطوق مثلا غنم موضوع حکم وجوب زکات باشد در مفهوم مثلا موضوع عدم وجوب زکات یک حیوان دیگه باشد نه موضوع کلا تغییر نکند واجب هست این که در مفهوم هم همین موضوع محفوظ باشد و لا یکون متعرضا ل موضوع آخر این گونه نشود که این مفهوم بیاید یک حکمی را برای یک موضوع دیگه که اصلا در منطق بیان نشده بود برای اون بیان بکند لا نفیان و لا اثباتن که این گونه اصلا مفهوم در باره موضوع دیگر نه نفیان چیز را بیان میکند نه اثباتن چیز را میتونه بیان بکند چیزی را که مفهوم میخواهد بیان بکند درباره همون موضوعی است که در منطوق ذکر شده است فما عن بعض شافعیه من القول به دلالت القضیه المذکور علی عدم زکات فی الابل المعلوفه لا وجه له قطعا خب بر اساس این که ما گفتیم در ماده افتراقی اعم خصمین این وجه که از نوعی وصف این جدایی صورت بگیرد سائمه باشد ولی موصوف نباشد به اصطلاح اینجا غنم نباشد ابل سائمه باشد حالا شافی یا بعضشون آمدن گفتن که ما میتوانیم همین عدم وجوب زکات را اینجا هم بیاریم بار بکنیم میگه پس اون چیزی که از بعض شافیه نقل شده است که آمدن قائل شدن که همین قضیه مذکوره بر عدم زکات در ابل معلوفه هم صدق میکند این حرفشون لا وجه الله قطعا اصلا نمیتونیم ما از این جمله بالاخره این نتیجه رو به دست بیاوریم که بگوییم عدم زکات بر ابل معلوفه هم با نمیشه در حالی که موضوعی که درباره عدم وجوب زکات بود اون غنمی به اصطلاح غیر سائمه بود حالا یک کسی بیاید ابل غیر سائمه رو هم همین عدم وجوب زکات رو بر آن بار بکند خب این یک موضوع جدید هست که باید از حکم جدید برخوردار باشد و این رو ما نمیتونیم از اون منطوقی که در فلغنم سائمت زکاتون بود به دست بیاوریم خب تا اینجا ما تا حدودی با موضوع بحث آشنا شدیم که گفتیم اگر در جمله چنین وصفی باشد و این وصف هم دارای موصوفی باشد و خود این وصف هم این گونه دارای شرایطی که گفتیم باید باشد حالا با همه این شرایط بحث می شود که آیا این وصف دارای مفهوم هست یا دارای مفهوم نیست اقوال در این مسئله و قول حق و دلیل آن را انشالله در جلسه دیگر خدمت شما ارائه خواهم داد تا اون موقع همه شما بزرگواران را به خدای بزرگ و مهربان می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته love